دوستان خوبم سلام، من شهاب صادقی هستم و به کانال من خیلی خوش اومدین. خیلی خوشحالم که براتون ویدیوهای آنالیز و ریاکشن میگیرم و از اینکه توی این تایم کوتاه این همه دوست خوب پیدا کردم بسیار خوشحالم. بچه‌ها اگه کانال من براتون جذاب ازتون میخوام کانال منو سابسکرایب کنین، زنگوله کنارش فشار بدین و همچنین لایک. شما بارها گفتم که برام بسیار مهمه، باعث میشه که ویدیو من بیشتر تو اکسپلور بره و کامنت فینگیدیش شما هم باعث میشه که یوتیوب شما رو اسپم نشناسه و سابشون تو صفحه من بمونه. میریم از یاس ترک لال مفصل لایت ترک با هم دیگه صحبت میکنیم و کلی تحقیق و بررسی میکنیم. خیلی از کامنت هایی که برام میذارین بی‌نهایت ممنونم، این همه لطف و محبت دارین، میگین که خیلی ترک ها رو دارین با جزئیات بیشتری گوش میکنین و من حتی چقدر اندک موثر بودم در بهتر گوش کردن شما در آهنگا. خیلی خیلی خوشحالم. میریم، هدفونم نرسیدم بخرم، این رفتم دنبالش ولی هنوز نخریدم، میخرم. برکلا چیت تمه راک دوم طوری داره، دوم 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 درجه شیشه دیگه، نه بوم بوم دوم دوم. قبل از اینکه بیاد کرداشو بررسی کنیم، احتمالا اینا یه تکن دیگه، طبق تجربه‌ای که با هم دیگه کسب کردیم این تیپ آهنگا همین دو آکورد رو احتمالا باید داشته باشه، آکوردش در بیاریم. فقط پیش از اینکه در بیاریم با تجربه میگیم داون داون، این درجه ششمه دیگه، این صدای روت و صدای درجه ششمه. فقط کافیه که ما گامو در بیاریم. به طور مثال اگه گاممون چه میدونم شد مثلا سی مینور سیه و سول، اگه شد می مینور میه و دو، اینجوری ششما رو باید پیدا کنیم. اگه روتو پیدا کنیم، خب این هست، اینا همه هستن، گام های می مینوره و آکورد آخرش هم دوه. چه صدایی داره این گیتارم، گوش کنید، درست حد زدیم، می دو ماژور. این از گام و آکورداش تو چند ثانیه با هم در بریم. حالا پیش از اینکه بخونه به چه کاریمون میاد، من میخوام به شما کلا نمایش بدم این موضوع درجه ششم چقدر آکورد مهمیه، چقدر چسبوندن به روت چقدر حس خوبی رو منتقل میکنه، چقدر تو رپ پرکار برده. مثال علف هرز خبر رو میپیچه به دورم و به گوش من میرسه، اینا میگن لال شدم، آزادی بیان مد شدم، جیگردار شدن و این ترسناک ترین روال خفه کردنت که فشار دستا رو حس نکنی پس گردنت. و اما تو یه شاکی از سر دغدغه که پشت پرده دست و قنوتی تو صف اوله، یعنی شرف داره دشمن هزار و صد مرتبه، به این توده خوش استقبال بد بدرقه. می نوشتم تو مطمئن تر از این که مشکل ما نیست اونام. خب بچه وایسی وایسی وایسی، اولا که با چه بیس اکتاب پایینی شروع شد و چه حجمی داد بوم مم. و همچنین اون زیر چه آرپژای قشنگه، دینگ دون دینگ دون دینگ دون دینگ دون رنگ دون دینگ دون دینگ دون دینگ بوم. بریم و ترانه رو ببینیم چیه، فکر میکنم که دیسترک گفته بودین هم شدن و این ترسناک ترین روال خفه کردنه که فشار دستا رو حس نکنی پس گردنت. و اما تو یه شاکی از سر دردنه که پشت پرده دست و قنوتی تو صف اوله، یعنی شرف داره دشمن هزار و صد مرتبه، به این توده خوش استقبال بد بدرقه. می نوشتم تو دیدین گفت شو. این افکت رایز رو گذاشت، خیلی هم خوشگل گذاشت، به این توده خوش استقبال بد بدرقه. می نوشتم تو مطمئن تر. آها چقدر خوشگل این کاری هم پوشو. یه او ایکیو رو بستن، دیدین صدا چجوری شد، سمت لو فرکانسی رو بستن، ببین چقدر صدا لو شد. خوش استقبال بد بدرقه. می نوشتم
تو مطمئن‌تر از اینکه مشکلم ما نیست اونا مستبدن آینده شل کرد رو دوش صندلیا در واقع خودم شدم دلیل تنبلیا حالا بیا فرو کن تو سر که بابا فردا حالاست مملکتی که هرگیر و داری حل بالاست سمت ما به همت و ثبات این کله بالاست دهن شمارم نمیشه بس حتی با ماسک لغ در چی قافیه وقتی محتوا رو بی محتوای استوار گل مبتلا هم من بچه ها الان من همونطور که حدس دارم میزنم دیسترک هست دیگه اونجوری که ما همیشه از یاس شنیدیم که عمده ترکاش ترکای اجتماعی و مضرات اجتماعی مسائل اقتصادی فرهنگی و ایناست الان من در نمیای هر چی سعی میکنم پیدا کنم پیدا نمیکنم درست دارم حدس میزنم دیگه نه همت و ثبات این کله بالاست دهن شمارم نمیشه بس حتی با ماسک لغ در چی قافیه وقتی محتوا رو بی محتوای استوار گل محتوا رو بی محتوای استواره جوان راه من جدا پی سبک خود کفار رای این کلمه برام تعریف مرثیه که بینمون کشیدم این یه تالیف اصلیه ثمره یک سال سکوت توی مغزم رست شد بایدم مصرف قد به من بوس شد و اما تو خوب میشناسم تو رو از توی خودت میکشم بیرون و میندازم جلو چه جمله تو رو از تو خودت میکشم بیرون و میندازم جلو چه اصطلاحاتی یاس استفاده میکنه یک سال سکوت توی مغزم رست شد بایدم مصرف قد به من بوس شد و اما تو خوب میشناسم تو رو از توی خودت میکشم بیرون و میندازم جلو نه براندازش کن خودت براندازش کن من ایچی نگم بهتر به خودت نیست پارم تو رو برو بابا تو هر کی بالاست گفتی پشتش پره حیف دست ایول چه جمله قشنگی تو هر کی بالاست گفتی پشتش پره آره فکر میکنم که حالا بذاریم جلو بگم که حدسم اینه که به کی داره دیسترک درست کرده ببینیم منم اومدم تو بازی یا نه حالا فقط پیش از این خیلی من دارم راجبه دین دون دین دون دین دون رنگ دنگ قبلان گفته بودم که اتصال درجه یک و شیش خیلی حماسی خیلی خوش اکت و خوش هیجانه یک و شیش پرفکت ها واسه رپ هایی که اینجوری میخوان دیستوری درست کنن میمینور به دو ماژور میکشم بیرون و میندازم جلو نه براندازش کن خودت براندازش کن من ایچی نگم بهتره به خودت نیست پارم تو رو برو بابا تو هر کی بالاست گفتی پشتش بره حیف دست که بخواد واسه تو مشتش کنه داخل ناچیز آدم باید یه حجم منطقی تو خودش ببینه که بخواد اون خشکش کنه ما رسیدیم از یه راه پر عجب چیزایی اینا اصلا کجاشون در میارم این باید تو حجم چیزی ببینی که خوشکش کنه تو بدنسازی دیگه الان بچه های کل من دیدی فرق کرده یه هفته دارم سنگین ورزش میکنم خداییش یه حجمی دارم در خودم میبینم که میخوام خوشکش کنم پشتش بره حیف دست که بخواد واسه تو مشتش کنه داخل ناچیز آدم باید یه حجم منطقی تو خودش ببینه که بخواد اون خوشکش کنه ما رسیدیم از یه راه پر حادثه پر ریسک که حتی فکرشم در حد عازمه تو نیست نتیجه این همه سال مشقت با دست خالی حالا تبدیل شده به جاذبه یه توریست نما یا در حقیقت هرون ساده هایی که رو این میراث با میخ نوشتن یادگاری وقتی حتی بعد بمب اتم سوسک نمرد نخال زنده دست از بالتان تاریخ ظاهر و باطنی پشت روی ظاهرا گرسنه نیستی باطنا گشنه خویی خیلی دارم به خودم فشار میارم که یه نکته ای پیدا کنم که بگم دیس به کیه ولی هنوز خیلی واضح نیست شاید هم تا حالا واضح بوده من نگرفتم بریم جلوتر ببینیم ظاهر و باطنی پشت روی ظاهرا گرسنه نیستی باطنا گشنه خویی لافت از پای زدی ساکن پشت بومی قلمو دست من صاف بشین تو پشت بومی اون که نردبون زیر تو شکون من نبودم اونه که بهت تو دینشو چپون من زیستن رو نوشتم تو زیست تو بخون من اگه خطر تو زیست تو بخون حتما بچه ها یه تیکه هایی هست که من نمیدونم احتمالا یکی از این آرتیست ها چه میدونم حتما من هنوز نگرفتم ولی مصرم که بگیرم ببینم به کی داره دیست میکنه که یه حدسایی دارم من نوشتم تو زیست تو بخون من اگه خطر میکنم میخرم ریسکشو به جون درست شد؟ آها بیتشم دم 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 روم دم دوم دم دم زیر دو ماژوره دوم دم دوم دم 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 اینه خیلی خوشگله خیلی خوشگله
اصلا ما رو خسته نکرده به خاطر هم خود دوتا کردهایی که این دوتا کرد مناسب این کاره، همون آرپجی که اون زیر داره میزنه. قبلا گفته بودم من اسمش گذاشتم آرپج اول لبستانی، یعنی ملودی ساده‌ای که برای هر کسی قابل فهم باشه. این آدمو خسته نمیکنه. تو زیست تو بخون، من اگه خطر میکنم میخرم ریسکشو به جون. درست شد؟ آها من اومدم که نرم، این ناگفته ها میخوان مغزمو از سرم بکنن. اگه بخوام از اعتبار و شرف بگذرم که الان باید نصف این شهر رو سند بزنم. یه دریا بنزینم در پی جرقه زدن، سرم به سنگ نخورد سنگو زدم به سرم. بیست وای چه جمله ای، سرم به سنگ نخورد سنگو زدم به سرم. یه دریا بنزینم در پی جرقه زدن، سرم به سنگ نخورد سنگو زدم به سرم. 20 سال کار ثابت کنم برنده منم، من حتی لباسامو میشستم با عرق تنم. ها نشستم تو کرسوی نیمه شب، سر بلند میتونم به اون دور خیرشم. منتقدانی که برام بو میکشن، قبل پخش صدا صفحه ها رو بو میکشن. آدم با کرده ها مرتفع میشه، با نکرده ها جسورانه معتبر میشه. این یه جنبندیه که از جمعیت دیدم، پس اول دومی رو ارجعیت میدم. تو دوره ای که هنرها رو بیلیت میکنن، بازی کنا تیم خودشون رو دیریب میکنن. آدم ها خاکی باشی بازم گلید میکنن، مسئول ها برعکس وعده هاشون کلید میخورن. شاید هم یه روزی اینم یه تیکه بود روحانی فکر کنم، کلید میخورن مسئولی. از این که به دسیسه های کسی فکر کنم، باید بدونم که این بازی کثیفه. کلنم میام برو، ترجیح ندادم به مسیر بلند. میخوان تو لحظه فقط تو رو اسیرت کنن. هنرهای مصرفی وسیله شدن، ولی من الهام میگیرم از روح اسیر. تا اینجا کار همش ببین، من شایدم یه دیس آلی باشه، تا اینجا کار خیلی به خودم فاشه باره بودن که ببینم به کی داره دیس میکنه. تا اینجا کار همش داره میگه آقا من مسیر بسیار سختی رو طی کردم و اصیلم و من خفنم و من همه چیزو من از صفر به دست آوردم و من رشد کردم و من فلان شدم ال شدم ول شدم. و تو مثلا این نیستی، این تو میتونی یه دیس آلی باشه یا میتونی یه دیس به یه شخص خاصی باشه. من میخوام اینو پیداش کنم هرجوری خوب اصلا موضوعی نباشه. کنن تو کارشون شد، فلان بچینن دستگیرت کنن، قبل از اینکه به دسیسه های کسی فکر کنن. باید بدونم که این بازی کسی فکر کلنم. میام برو، ترجیح ندادم به مسیر بلند. میخوان تو لحظه فقط تو رو اسیرت کنن. هنرهای مصرفی وسیله شدن، ولی من الهام میگیرم از روح اصیل خودم. با کلی وصله روی بالم، منو بالم پروازم. ببین حتی زخمام این خودم سربازن. الان تو استودیوم فقط یکی دو خط کم دارم، جوری مینویسمش که انگار به زغال من دادم. اینا نور سنو میخوان، من تو مخم شم دارم. شب کارم با هر یه مصرع به خودم دم دادم. هنرمند راست دولت مرد و چپ، توف به اون صفی که بشه مرتب و چک. رو ضرب عرش هر وزن و ضربه میکنم، تو عصر پاچه خارا فقط کله میخورم. شک نمی کنم که واسم تنها سلاح باوره، که دشمن سکوت فقط ضعف الاخره. من اومدم که نرم. اوه چی شد؟ چه المانه دیجی توری اضافه کرد به اینسترومنتاش. من اومدم که نرم، پیچو دیدیم بس. چه باحال شد. میکس مسترش با کیه؟ ساوند انجینیر شروین رادفر، میکس مستر با فربود عرش. تموم شد. آقا من نفهمیدم، اگر به یه فرد خاصی دیس کرد من نفهمیدم. خیلی هم برای اولین بار سعی کردم که پیداش کنم که کی بود، ولی نفهمیدم. شاید هم یه دیس آلی بوده. این یک. دو، من در نهایت این ترک رو نپسندیدم. جنبندی من، حالا ازم خواسته بودین که یه نمره دهی بدم. من اگه همچنان که هم موافقین که برام کامنت بزنین که اگه دوست داری من هر ترک رو از 10 نمره بدم، بگم که به نظرم چنده. من حالا اگه دوست داشتین، اگه دوست ندارین قضاوت منو ببینید که یه بحث دیگه است، ولی اگه دوست داری من مثلا فارغ از بحث آنالیز نظر خودمو به عنوان یک قضاوت بگم که چند از 10، بگین که این کار رو از این بعد بکنم. ولی من در کل نپسندیدم. حالا دلایلم چیه؟ یک، بیتش خوب بود. برای شد من بعد مثلا بعدش میگفتم بیتش خوب بود، ولی فقط خوب بود، هیچ چیز جدیدی نبود. ما یه آکوردای خیلی ساده، بیسای ساده، آرپاجای ساده. ما الان این تم بیت رو 1,000,000 دفعه شنیدیم مشابهشو. یه اینسترومنتی، یه ملودی، یه فاکتوری که ما رو جذب کنه نداشت. این از
واژگانی که به نسبت یاس دیگه، واژگانی که یاس استفاده کرد، جملاتی که استفاده کرد، هیچکدومشون کلیدی نبود که ما بگیم مثلا میمونه تو تاریخ. مثلا اون بود بیمه از بیمه شکمه بود، بیمه شکم از بیمه شکمه، یه چیزایی بس وقت رو میگه اصلا تاریخی، هیچ چیزیش ماندگار نبود تو ادبیاتش. ملودی وکالش اصلا اون چیزی نبود که ما رو جذب کنه به اندازه کافی. ریتم ملودی وکالش هیجان انگیز نبود، تنظیم هیجان انگیز نبود. در نهایت یک آهنگ، حتی لیریکش یه دیس آلی به نظر میرسید، یا حتی اگر دیس فرد خاصی بوده کوبنده نبود. ما دیسترکشنیم از فدایی، مفهوم دیس رو میدونین دیگه یعنی چی، با اومدن فدایی دیگه قال قضیه این موضوع کنده شده است برامون. در نهایت چیزی نبود که من، هیچ المانی نداشت که من بگم خفن بود. من در نهایت این آهنگ رو یک آهنگ متوسط رو به ضعیف میبینم، به سلیقه من حداقل. المانی از توش پیدا نکردم که براتون بولدش کنم بکشم بیرون و خیلی زیاد تحلیلش کنم، روش مانور بدم، حتی تو لیریک و حتی توی موزیک. به حال که امیدوارم لذت برده باشین، سابیایتون نره، مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار. دوستتون دارم شدید به مدت مجید. خداحافظ. Thank you.